مردم ایران در واقع یه جورایی با مردم افغانستان همزادپنداری میکنه، نه فقط مردم ایران، در واقع دولت ایران، بخش های مختلفی از تمدن ایران الان یک جورایی با تحولات افغانستان خودشون رو همزاد میبینن. جناهای تندرو در ایران، روحانیت تندرو مذهبی، نیروهای بسیجی سپاهی، در واقع یه جورایی خودشون رو در آینه طالبان دارن میبینن، مخصوصا که در سالهای اخیر هم مذهبی تر، هم تندروتر و هم تنهاتر شدن. بخش بزرگی از مردم هم که از حکومت سختگیرانه مذهبی، قوانین سختگیرانه عصبانی هستن، یه جوری دارن خودشون رو مثل مردم بی‌دفاع افغانستان می‌بینن. ببین، افغانستان از سال 1978 حدود یک سال قبل از انقلاب اسلامی ایران که انقلاب سور درش شکل گرفت و بعدم حدود یک سال بعد که اتحاد جماهیر شوروی وارد افغانستان شد، حدود نیم قرن، حدود 43 4 سالی که مستقیما و دائم داخل درگیر جنگ بوده، جنگ داخلی یا جنگ با کشورهای دیگه. ما سه تا ابرقدرت کلاسیک داشتیم: آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا. هر سه تاشون این کشور رو اشغال کردن. این که چه شد که مردم افغانستان نجنگیدن با طالبان؟ واقعا است که طالبان بخشای بزرگی از شهرها رو بدون حتی یک گلوله توپ اشغال کرد. این در واقع یک سوال بسیار بزرگه، سوال بسیار مهمی است. ما در رسانه‌ها بیشتر بعضی از ابعاد کلیدیشون نگاه میکنیم. مثلا ما در رسانه‌ها بیشتر روی این تمرکز میکنیم که اغلب کشورهای منطقه، از آمریکا بگیرید تا ایران، پاکستان، همه توافق کردن بر سر اینکه طالبان سر کار بیاد بهتر هست. یا مثلا این شکلشو میبینیم که خب مردم افغانستان سطح سوادشون کمه، الان بررسی نشون میده حدود 35% مردم افغانستان بی سوادن. قبلش دولت تو 1-2 سال پیش میگفت 42% با سوادن، الان 35% میگن با سوادن. از هر 4 زن فقط یک زن سواد خواندن و نوشتن داره و رادیکالیسم مذهبی اونجا هست. ما این بخشاشو میبینیم. منتها تو اون کشور تحولات بزرگی اتفاق افتاده. یک تحول مثلا قومگرایی بسیار آشکار آقای اشرف غنی بود، اینکه فرماندهان نظامی پشتون رو برد بالا، فرماندهان نظامی غیر پشتون رو برد پایین. یک نمونه دیگه‌اش فساد بسیار عظیم در بین رهبران و مقامات سیاسی افغانستان بود، مقامات دوتابعیتی بودن و غیره. میخوام بگم اونجا اتفاقاتی افتاده. موقعی که طالبان شروع کرد به تحرک و شروع کرد به پیشروی، واقعا است که مردم افغانستان عمدتاً انگیزه ای نداشتن. یعنی چون اگر قرار بود می‌جنگیدن، به معنی این بود قرار بود یک دولت وابسته فاسد دوتابعیتی سر کار بمونه. منتها این به معنای این نیست که مقاومت در افغانستان نخواهد بود. دوباره مقاومت در افغانستان برمیگرده. دوباره جنگ سالارانی که حالا دیگه خیلی هاشون ثروتمند شدن، مرفه شدن، رفتن دنبال زندگی اشرافی. آقای مهدوی عزیز، اجازه بدین نظر آقای چارکی هم در این زمینه بشنویم که دلایل و ریشه های اعتراض های مردم الان در خیابان های کابل و دیگر شهرها چیه و خواسته های اصلیشون چی است. با سلام خدمت شما مهمان محترم و بیننده های عزیز. ببینید، در طول 20 سال گذشته تحول ژرفی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی افغانستان به وجود آمد. مردم طعم آزادی را چشیدن و در عرصه‌های مختلف تبارز کردند و شما می‌بینید که جمعیت افغانستان که حدود 70% جمعیت جوان است، اینا در یک فضای آزاد رشد کردند. اینا در عرصه‌های مختلف استعدادهای خود را نشان دادند. تبارزاتشان در عرصه‌های رسانه، ورزش، سپورت، هنر، موسیقی و آزادی‌های مختلف. حالا یک دفعه این مردم چشم باز می‌کنند، خود را در یک وضعیت می‌بینند که شبیه کابوس است. ببینید، زنان افغانستان در 20 سال گذشته در مقامات بالای حکومتی کار کردند، وزیر بودند، وکیل بودند، معین بودند، مدیر رسانه بودند، در تجارت و بیزنس سهم داشتن در عرصه‌های مختلف. حالا احساس میکنن که باید به خانه برگردن و فضا را برای خود زیق میبینن. اینا فکر میکنن که یک شبه وضعیتی با وجود آمده که در این وضعیت اینا بر یک دورایی مرگ و زندگی قرار گرفتن. از این جهت مردم به میدان آمدند، زنان و مردان، تا صدای خود بلند کنند. شاید این صدا تبدیل به یک صدای قوی و نیرومند شود که هم مردم افغانستان عموماً بر بیانگیزد و هم این صدا به گوش جهان برسه که شاید به کمکشان بیایند. وضعیت از این جهت بسیار ترس‌آور و بسیار بد است برای مردم افغانستان. آقای مهدوی آزاد، از همون روزهای اول، حتی قبل از اینکه طالبان شروع کنه به تصرف مناطق مختلف افغانستان، مقامات جمهوری اسلامی یک جورایی حمایت کردن و از مقامات مختلف ما حرفهایی رو شنیدیم. اما در روزهای گذشته به نظر میرسه که حرفها کمی تغییر کرده، ملایم‌تر شده. آیا سیاست ایران ممکنه در قبال پاکستان و طالبان تغییر بکنه؟
حتی اگر نخواد تغییر بکنم وادار به تغییر خواهد شد. اون روزهای اول مقامات جمهوری اسلامی خیلی سرخوش بودن از اینکه ایالات متحده آمریکا داره افغانستان ترک میکنه، یه دشمن بزرگ رو اونجا از دست میدن. به نظر میسید یه مقدارم غافلگیر شده بودن، نمیدونستن چه اتفاقی میفته، نمیدونستن پشت پرده آمریکایی‌ها چه توافقاتی کردن. ضمن اینکه از داعش هم میترسیدن، فکر میکردن طالبان میتونه مقابل داعش بیسته. ضمن اینکه در یک دهه اخیر جمهوری اسلامی به طالبان بسیار کمک کرده، طالبان رو حمایت کرده، روابط عمیقی با طالبان دیگه پیدا کرده و فکر میکردن طالبان ابزار اونها خواهد شد. منتها در چند روز اخیر دو تا اتفاق افتاده. یکی اینکه خشم عمومی علیه طالبان بیش از حدی بودی که مقامات ایرانی تصور میکردن. بخشای بزرگی از جامعه ایران، چون که گفتم همزاد پنداری دارن میکنن، دارن اعتراض میکنن. سیاستهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی زیر سوال رفته، یعنی همه دارن میپرسن، حتی مذهبی ها، که اگر شما واسه شیعیان رفتید سوریه، واسه شیعیان رفتید لبنان، واسه شیعیان زیدی رفتید یمن، پس چرا الان اینجا تو افغانستان واسه شیعیان کاری نمیکنید؟ و سوم که دورنماشون برای اعتماد به طالبان از بین رفته و ضعیفتر شده. بنابراین من فکر میکنم حتی اگر جمهوری اسلامی نخواد هم تغییراتی بده، در افق سالهای آینده حتما دچار تضاد خواهد شد. این ماعسل به پایان میرسه و دچار مشکلات بسیار جدی با طالبان خواهد شد. آقای سانچار، که شما از دلایل معترضان که اومدن به خیابان برای ما گفتید، فکر میکنید که این اعتراض ها گسترده بشه در هفته های آینده، ماه های آینده، در حالی که ما میبینیم که طالبان هم دولت فراگیر خودش رو میخواد تشکیل بده الان، آیا در شناخته شدن دولت رسمی طالبان چهره بین المللی تاثیر خواهد داشت این اعتراض ها؟ ببینید، این اعتراض ها که چند روز پیش از هرات آغاز شد و کابل رسید، از کابل به مزار شریف رفت، به غرب افغانستان نیمروز رفت، به غور رفت، حتی در ولایت مرکزی دور افتاده کوهستان دایکندی رفت و تبدیل شده به یک اعتراض گسترده و سراسری. این صدای ملت افغانستان است، صدای مردم افغانستان است و از جهت دیگه این مردم میبینن که طالب کسی نیست که بتونه خواسته های اینا را تامین کنه و پاسخگوی نیازهای امروز جامعه افغانستان باشه. از این جهت من امیدوار هستم که دنیا این وضعیت را درک کنه، بشناسه و در شناسایی طالبا که طالبا کسی نیستن که قادر به ایجاد حکومت باشن، سیستم باشن، توانایی اداره کشور داشته باشن، اقتصاد کشور با وجود بیارن و در واقع بتونن پاسخگوی نیازهای مردم باشن. از این جهت طالبها یک پروژه هستن، پروژه راهبردی، اهرم راهبردی پاکستان در منطقه هستند. از این جهت خطری بسیار عمده است. شما ببینید که امروز زیر بیرق طالبا بسیاری از گروه های افراطی جمع شدند، گروه هایی که اهداف فرامرزی دارند. از این جهت نگرانی های در سطح منطقه به وجود آمده و امیدوار هستیم که دنیا صدای مردم افغانستان، صدای اعتراضات واقعی و حقیقی مردم افغانستان بشنوه و در شناسایی عجولانه طالبا یک مقدار باید کوشش کنه که ایره متوقف کنه. آقای مهدوی آزاد، قدرت گرفتن طالبان در افغانستان چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ آیا اگر شهروندان ایرانی فکر کنن که قدرت گرفتن اونها میتونه تأثیر داشته باشه و قدرت جمهوری اسلامی بیشتر بشه و فضای امنیتی بیشتر بشه، این نگرانیشون درسته؟ ببینید، همون مقدار که تشکیل یک حکومت دموکراتیک در همسایگی ایران برای حکومت خطرناک بود و برای مردم امیدبخش بود، چون میدیدن میتونستن ببینن که یک حکومت دموکراتیک در ایران، در اطراف ایران باشه، به همون نسبت تشکیل یک حکومت رادیکال مذهبی مثل طالبان برای مردم خطرناکه و برای جمهوری اسلامی علی‌السبیل است. یعنی اگر قرار باشه چنین چیزی تشکیل بشه، از این زاویه بعدن جمهوری اسلامی میتونه ادعا کنه که ما چقدر میانه رو هستیم و مردم ایران میتونن نگران باشن، چون تراز رادیکالیسم دینی، تراز اجرای احکام شریعت، احکام دینی سختگیرانه ممکنه بالاتر بره. منتها معادله فقط به این سادگی نیست. طالبان یک مجموعه مسلح هست، به کشورهای وابسته هست، عوامل اونها رو انجام میده. مکانیزم درآمد مالیش مکانیزمی است که به کشورها آسیب میزنه، مثل مواد مخدر. کارهایی که میخواد بکنه به همین سادگی نیست. برای من فکر می‌کنم در بلند مدت حکومت ایران به خاطر به عنوان یک حکومت شیعی ناگزیر دچار تنش خواهد شد با دولت طالبان اگر در افغانستان تشکیل حکومت بده. منتها برای مردم ایران به نظرم به قوه این خطر همچنان باقی خواهد ماند، به خاطر که اون باری که در مورد ایران خواهد داشت علاوه بر بارهای مثل ناامنی اجتماعی، صرفا تقویت رادیکالیسم دینی در خاورمیانه خواهد بود.